دوستان خوبم، آماده اید برای یه غذای خیلی خوشمزه که با من همراه باشید تا من تمام این رازهای یه سبزی پلو ماهی خوشمزه رو بهتون بگم که چجوری خوشتم و فرشته بشه. اول کار که ما ماهیامون رو تو آب و نمک با پوست لیمو و کمی زردچوبه حدود نیم ساعت تو آب خیلی سرد ما اینا رو خیس میکنیم. چرا؟ چون اون نمک تو جسم ماهی بره و خود این پوست لیمو ترش هم یه عطر خاصی به ماهی ها میده که اون بوی زخم ماهی رو میگیره. زردچوبه هم میریزیم که آب و رنگ ماهیمون خیلی خوش رنگ بشه موقع سرخ کردن. بعد وقتی که این نیم ساعت گذشت روی یک دستمالی ما ماهی رو از آب خارج میکنیم و میذاریم که آب اضافهش گرفته بشه. بله، برای هر نفر دو تا ماهی کافیه، حالا بستگی داره شما چند نفر هستید. کمی پودر لیمو با فلفل من روی ماهی ها میریزم تا قبل از اینکه ما بخوایم اینو سرخ کنیم و کمی زعفران دم کرده که اگر موجود بود، اگر نبود که همون زردچوبه رنگ و لعاب خوبی به ماهی همون میده. ما این رو توی دستمال قرار میدیم با یه پلاستیکی با یه چیزی روشو میپوشونیم و میذاریم که حسابی آب ماهی ها یه مقدار خالی بشه و یه مقدار خوش بشه. در این حال که اینا دارن خوش میشن ما برنجمون رو درست کنیم. برنجمون هم که 4 تا پیمون من ریختم با 8 لیوان آب و نمک که اینو ما خیس میکنیم و میذاریم روی گاز بجوشه. دوستان عزیز، موقعی که میخواید بفهمید که برنج آماده است، موقعی که جوش میاد برنجتون دو برابر یا حتی بعضی از برنجا 3 برابر میشه حجمش. این موقع است که میدونید که برنجمون آماده است و برنجمون داخل آبکش میریزیم که این آب اضافی خالی بشه و کمی هم آب روش میگیریم که نمک اضافی اگه زیاد ریخته باشیم اینم تخلیه بشه. روغن تای مایتابه میریزم، یه نصف استکانم آب میریزم که میخوایم آب بخار کنه و من تهدیگ کاهو درست میکنم. کاهوامون رو میریزم کف قابلمه و کمی سبزی خشک، جعفری، تره، گیشنیز و یه سبزی دیگه هست که در تای ویدیو بهتون میگم که خیلی خوشمزه میشه. سبزی خشکامون رو میریزیم. چرا من سبزی خوش استفاده میکنم؟ چون که سبزی خشک خیلی مجلسی تر میشه برنجتون و در زمین که خیلی خوش عطرتر میشه. وقتی سبزی تازه استفاده میکنید خیلی آبدار هستش و وقتی که بخار میبینه جمع میشه و انقدر سبزی پلو شما خوش آب رنگ نخواهد شد. بعد با تای کفگیرم چند تا سوراخ ایجاد میکنم که این بخار آب بزنه بالا که با بخار اون آبی که آب روغنی که ریختیم دم کنیم. اگه من بتونم در این قابلمه رو بزنم عالی میشه. همیشه مشکل دارم با این در قابلمه. بعد ما درشو میذاریم و زیر گاز رو روشن میکنیم که بخار وقتی زد ما شعله گاز رو کم میکنیم و دم میکنیم. حالا میخوایم که ما ماهیامون رو توی آرد و نون خوش شده و کمی زردچوبه و نمک بهش اضافه میکنیم. اینا رو با هم مخلوط میکنیم و ماهیامون رو توی این استراحت میدیم که دو طرفش کاملا آردی بشه. همینجوری که در ویدیو میبینید من ماهیایی که آبشون رفت زر خوش شد اینا رو توی آرد میقلطونم که حسابی تمام دو طرف ماهی از نون خشک و با آرد آغشته بشه.
بعد هوا بارونی بود و مثلا من ماهی رو بیرون از خونه سرخ میکنم به خاطر اینکه بوی توی خونه نمیشه، ماهی یه بوی خاصی داره برخلافش که اینقدر خوشمزه هستش، بوش زیاد دلچسب نیست. دو تا سیر درست همه نیستم توش که همزمان روغنش اون ماهی اونم عطر سیر رو به خودش میگیره و بعدش هم میتونیم که استفاده کنیم. ماهی ها رو سرخ، البته امروز بارون میمد، من با چه مکافاتی ماهی ها رو سرخ کردم. خب ماهی اون رو سرخ کردیم، اومدم الان میبینم که برنج هم دم شده، دم کشیده و داخل دیست میکشم. ماهی ها رو میذارم، اون سیرایی هم که دیدید انداختم توی سرخ شده بغلش میذارم و لیمون ترش تزریقش کنیم. اینم تریکیه که تریک کاهوه که تای قابلمه ریختم، غذامون آماده شد. نوش جان کنید، مرسی که با من بودید و ویدیو منو نگاه کردید.